هاشم‌زاده در واقع مطلع شدیم که همسر شما پدر مسعود هاشم‌زاده یکی از کشته شدگان پس از انتخابات درگذشتن. هم می‌خواستم تصدیه درز بکنم و همین که اگر صحبتی دارید با توجه به اینکه ایشون از جمله کسانی بودن که پیگیر پرونده پسرشون بودن تا قاتل رو پیدا بکنن، اگر صحبتی دارید بفرمایید. آقای هاشم‌زاده برای همه مادرها، برای همه پدرها خیلی غم بزرگی بود. با هم پیگیری پروندهش بودیم، اما خب پرونده ها رو که پیگیری نکردن، جوابی به ما ندادن، گفتن اصلا پرونده هاتون پیگیری نمیشه. بله. در روزهای نخستی که فرزند شما کشته شد، آیا مشکلی هم برای خانواده به وجود اومده بود برای خود پدر ایشون؟ مشکلی به وجود اومده بود. هر نظام که سال میشه باز مشکل به وجود میارن برای ما. پسرم بازداشت شده بود. بعد از خاک سپاری اون یکی پسرم که بازداشت شده بود باید آزاد شد. چجوری بگم؟ غم بزرگی بود. از اون موقع همگیری های کم کم نتونستی که تحمل کنه که نه پروندهش پیگیری شده بود، بعد مریض شد و بعد از یه سال هم بعد از بیماریش که فوت کرد. چی گناهی پسر ما کشته شد؟ همسال پسر همه جوانای ما. هیچ فرقی نمی کنی. آره پسر من به خاطر رای رفته بود، به خاطر مشکلات و به خاطر اینکه خاصی خودشون رفته بود تو خیابون. آره به خاطر آزادی. مسئول ما خیلی مرد روشنی بود، آزادی میخواست برای همه، برای خودش، برای همه جوونا. جواب خانواده رو بدم، به چی گناهی اینا کشته شدن، خواسته اینا چه بود، همینا رو میخواییم. چون ما از تهران آوردیم تو وطن خودمون خواهیم، به خاطر اینکه از ما نگیرن جنازه شو. آوردیم تو روستای خودمون، تو وطن خودمون خاکش کردیم. ما تهران زندگی میکردیم. ناگفته که هیچ پیگیری تا حالا نشده، هیچ جوابی به ما ندادن، به ما، به همه خانواده ها. ما که روز رفتیم دادگاه گفت پرونده سون که میمونه چیز پیشنهاد دیگه به ما دادن. ما ازشون پول نمیخوایم. ما باید قاتل ببینیم، ببینیم برای چی گناهی پسر ما رو کشته، گناهی این جوونا چی بود کشته شدن. ما همین آقای هاشم‌زاده با خوبی تو خونه بستری بود، همین جامعه که گوش داده بود دیگه اصلا خیلی بیماری شدیدتر شد. یعنی یه ترس زور بود. صدا کرد خانم چی میگه این آقا؟ این همه جوانه کشته شدن، چرا میگه یه جوان؟ چرا یه جوان؟ این چیزا رو میشنید یه اندازه ناراحت میشد و هرس میخورد. همین جمله رو حتی خودمونم از تلویزیون گوش دادیم. این جمله رو وقتی پدر مادرها میشنون، خانواده ها میشنون، بیشتر داغون میشن. ما میخواییم که اینا به ما جواب بدن برای چی جوانامونو کشتن. مشکلات که بیشتر شده تو ایران، جواب اینا رو که نمیدن که برای چی اینا رو کشتیم. اینا خواسته هاشون، خواسته های زیادی نمیخواستن که جوانای ما آزادی میخواستن. همه نوع مشکل تو ایران هست. آقای هاشم‌زاده میگفت که هر جا تونستی، حتی خودشم میگفت هر چی تو بزن، ما پدر مادرها دیگه از جون گذشته هستیم به خاطر داغ بچه‌مون.